بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزيز بندگان گرامی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرماید: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دوستان عزیز، سروران گرامی، ما در برنامه زیبای در رکاب قرآن خدمت شما عزیزان قرار داریم. دوستان، مسائل قرآنی خیلی مسائل مهمی هست. موضوعات قرآنی خیلی موضوعات ضروری هست برای هر انسان و هر مسلمان. قرآن کریم تنها کتابی نیست که ما به تلاوت از او اکتفا بکنیم و مسئله تمام شد، یا به تفسیر و ترجمه از او بپردازیم مسئله تمام شد. نه خیر، قرآن عظیم شان کتاب الهی است، برنامه دین و زندگی است که ما مسلمانان باید به او توجه خاصی بکنیم، قرآن عظیم شان را الگوی خود قرار بدیم، قرآن عظیم شان را رهنمای خود قرار بدیم. از چشمه های سرشار این کتاب خود را سیراب بسازیم و هر کسی که با قرآن بود راهیاب می شود و هر کسی که از قرآن دور شد گمراه می شود. لذا دوستان عزیز، ما هم کوشش می کنیم که مطالب قرآنی را به شکل تفصیلیش خدمت شما عرض بکنیم. آیه را که خدمت شما تلاوت کردم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خداوند متعال فرمود در روز قیامت بر انسان نه مالش نه عیالش سودی میرساند جز کسی که به قلب سلیم به خداوند متعال عرض شد. دوستان، مسائل قلب و قلبها را خدمت شما آغاز کردیم که یکی از موضوعات قرآنی هست. در برنامه های گذشته مسائل اصلاح قلب، انواع قلب، بیماری های قلب و علاج آن، نشانه های قلب سلیم، این خدمت شما عرض کردیم. امروز هم چون که مسائل قلب یا دلهای انسان ها بسیار یک مسئله مهمی هستی را خوش میکنیم که کمی تفصیلی تر خدمت شما مسئله عرض بکنیم، به خاطر از اینکه بزرگترین مصیبتی که امروز مسلمانان به شکل خاص و انسان ها به شکل عام به او دچار هستند، مسائل درونی هست. وقتی که مسلمان از دینش فاصله میگیرد، قلبش بیمار می شود و این زنگ خطر است برای دینش و برای آخرتش. و وقتی که یک انسان به شکل عام مرتکب جرم و جنایت می شود، قلبش بیمار هست و مرتکب دیگر جرم و جنایت ها می شود. پس اصل انسان، دوستا، اصل انسان و قلبش مربوط می شود. ما جامعه انسانی هستیم، ما انسان هستیم، در یک جامعه انسانی زندگی می کنیم، هم از اینکه یک انسان مسلمان است یا غیر مسلمان است، یا اگر مسلمان است مسلمان صالح است مسلمان غیر صالح است، مسلمان ملتزم هست غیر ملتزم هست، ما عموماً در جامعه انسانی زندگی میکنیم. دوستان، در جامعه که همش انسان ها هستن، خداوند متعال در سرشت ما انسان ها بعضی صفات را آفریده است که ما انسان ها دو شریک هستیم. در بعضی صفات که
خداوند متعال در وجود ما انسان ها فردست و شریک هستیم. یکی از این مسائل موضوع قلب هست. قلب کافر و قلب مسلمان از نگاه فیزیکی یک چیز است، او هم یک دوتا گوشت است، هم یک دوتا گوشت است، ولی در معنویت فرق دارد. در قلب کافر کفر است، در قلب مؤمن مؤمن ایمان هست. قلب کافر تاریک است، قلب مؤمن روشن هست. این روشنی و تاریکی یک چیز معنوی هست، ظاهری نیست، ظاهری نیست. اگر شما قلب یک کافر رو پاره کنید یک مؤمن، در ظاهر هیچ تفاوتی ندارد، ولی تفاوت ها در معنویت هست. لذا خداوند متعال خطاب تشریعی را به قلب نموده است. الا من اتى الله بقلب سلیم، دیگر عذر خداوند بیان نکرده است، قلب بیان کرده است. در قرآن عظیم شان بارها خداوند متعال ذکر میکنه فی قلوبهم مرض، اونها مبتلا هستند به بیماری قلب. پس مسئله قلب بسیار یک موضوع مهمی است، لذا کوشش میکنیم کمی تفصیلی تر در این رابطه صحبت بکنیم. موضوع را که امروز انتخاب کردیم دوستا، او بسیار یک موضوع مهمی هست، مفسدات قلب یا مفسدات دلها. قلب یک واژه عربی است، او را در زبان فارسی یا دری ما دل میگویم، دل انسان یا قلب انسان. در رابطه با بیماری قلبها و سلامتی قلبها و انواع قلبها و اصلاح قلب صحبت کردیم، امروز در رابطه با مفسدات قلب صحبت میکنیم. مفسدات قلب، مفسدات قلب چیست؟ یعنی مفسدات قلب مرادش همون چیزهاییست که قلب ما را فاسد میسازد، قلب ما را از بین میبرد، بیمار میسازد. این مفسدات قلب است. چیزها باعث می شود که قلب ما فاسد شود. وقتی که ما مفسدات می گوییم دوستا، این هم یک اصطلاح عام هست. اگر شما مثلا دیده باشین یا تجربه کردین، می گوید این غذای فاسد هست، این غذای سالم هست. سالم و فاسد چی مانا؟ یعنی از این غذا استفاده کردن درست نیست، چرا که غذای فاسد است، یعنی قابل صرف نیست، قابل خوردن نیست، فاسد است. شاید انسان بخورد ولی قابل خوردن و چی نیست، به صلاح انسان نیست، به سلامتی انسان نیست. مثل ازی که اگر دیده باشین امروز در غذاهایی که در قوطی ها بسته می باشد، یک تاریخی می زنند، می گوید که تاریخ تولید و تاریخ انتها. تاریخ انتها چی معنا داره؟ به این معنی است که اگر این تاریخ گذشت دیگری قابل استفاده نیست، اگر کسی استفاده کرد شاید به او ضرر بکند. همچنان داروها را اگر ببینید شما، دارو یا دوا بر خود تاریخ دارد، تاریخ تولید، تاریخ انتها. وقتی که به تاریخ انتها رسید به این معنی است که این ماده دیگر طبیعت خود از دست داده، فاسد شده. وقتی که فاسد شد، ولو که دارو هم باشد دیگه او بر انسان چی می شود؟ بر ضرر انسان تمام می شود، باید از او استفاده نکنه. لذا قلب انسان هم چی از دوستا؟ فاسد می شود. مفسدات قلب، آن چیزهایی که قلب انسان چی میکند؟ قلب انسان فاسد میسازد. آن چیزهایی که قلب انسان فاسد میسازد. امروز در همین رابطه صحبت میکنیم دوستان. مفسدات قلب چند چیز است؟ چیزهایی است که ما از او باید جلوگیری بکنیم. و چی چیزهایی است که قلب ما را فاسد میسازد؟ این موضوع امروز ماست دوستان. اولین چیزی که قلب ما را فاسد می سازد دوستا، قسمی که علما بیان کردن، مسائل خیلی زیادی است. مثلا افراط اختلاط با مردم، آرزوها و امانی، بستگی به غیر الله، سیری و افراط در خواب و دیگر مسائل. این امروز خدمت شما
چی میکنیم؟ شرح میتیم. اولین مفسده ای که سبب فساد قلب ما میشود، قلب ما را فاسد میسازد دوستا، چی هست؟ کثرت اختلاط یا افراط در اختلاط هست. قبل از اینکه در رابطه با موضوع اختلاط بپردازیم، جا دارد که بعض نقاط اشاره بکنیم دوستان. اولیست که هر عملی که انسان انجام میده دو عمل چیست؟ آثار خود دارد. آثار خود بجا میگذارد. هر عمل. اگر خوب است یا بد است. هم آثار حسی است و هم آثار معنوی و درونی هست. قلب بچی به ما حولش متأثر می شود. به اعمال خوب و بد. قلب متأثر می شود. اگر اعمال خوب انجام دادی قلب شاداب می گردد. اعمال بد انجام دادی قلب ناراحت می شود. قلب یک تو گوشتی است. لذا اکثر حرکت های انسان ها یا وضعیت روانی انسان ها به قلب چند تعلق می گیرد. اگر شما ببینین وقتی که انسان می ترسد از یک چیزی، قلبش، تپش قلبیش زیاد می شود. این تپش قلبی در چهره انسان نمایان می گردد. در چهره انسان نمایان می گردد. مثلا انسان چهرش چی می باشد؟ یعنی پریده می باشد. در وقت خوف ترس. میگه چهرش پریده هست. می ترسد. حتی از شدت ترس می لرزد. و یک حالت روانی دیگری است که اگر انسان یک کار نادرست انجام بدهد میگه رنگش زرد شده هست. زردی رنگ دلالت به خجالتی انسان می کند. این هم به چه تعلق دارد؟ به قلب انسان. وقتی که انسان یک کار زشت یک کار نادرست انجام داد، این بالا قلبش تأثیر میکند و قلب فیصله میکند که چهره انسان دیگه دیگرگون شود. همچنان با کارهای خوب قلب منور میگردد، با کارهای بد قلب فاسد میشود. در این رابطه دوستا ببینین که همین مفسداتی که ما در رابطه با قلب صحبت میکنیم، اگر انسان مرتکب همین مفسدات شد، نور از قلب بیرون میکند. مثل از که یک انسان کور شود و یا مثلا کر شود یا گنگ شود، این صفات است که، یعنی صفات یک نوع عیب است در انسان. یک انسان کور یعنی معیوب هست. عیب یعنی معیوب هست. کر معیوب هست. گنگ معیوب هست. یا شل یعنی عیب نیست، معیوب است. قلب انسان که دو مفاسد موجود بود، یک قلب معیوب هست. چرا؟ به خاطر از اینکه همین مفسدات از قلب انسان نور میگیرد. لذا در سلف امت اگر ما میبینیم که اونها قدر به قلب توجه میکردن، خیلی زیاد توجه میکردن و رابطه انسان با پروردگارشان از طریق قلب می شود. وقتی که انسان رابطه‌اش با خداوند بسته می کند، این رابطه قلبی هست که قلب انسان در جای دیگری هست، با خدا هست. با انسان‌های خدا پرست قلب‌هایشان با خداوند متعال می باشد. لذا بعضی عارفین از سلف امت خیلی زیبا بیان نمودند. یکی از علمای امت اسلام میگوید که این فی الدنیا جنه و لم یدخلها لم یدخل جنت الاخره. میگوید که در دنیا هم بهشتی هست، اگر انسان در او بهشت داخل نشود و بهشت آخرت هم داخل شده نمیتواند. بهشت دنیا چیست؟ ایست که قلبش به خداوند متعال وصل باشد، خدا پرست باشد، یکتا پرست باشد، رابطش با خداوند متعال باشد. و بعضی علما فرمودن که مساکین اهل دنیا خرجوا من الدنیا و ما ذاقوا اطیب
ما فيها. میگه مسکینای دنیا از دنیا رفتن ولی از ملذات دنیا استفاده نکردن، از چیزهای خوب دنیا. برشان گفته شد که ما تبا فیها، خوبی های دنیا چیز؟ گفت که محبت الله، محبت خداوند هست، و الانس به و الشوق الى لقائه، محبت نمودن با خداوند یک جهان دیگری هست، انسان با خداوند محبت بکند، با او انس بگیرد و به لقای پروردگار شوق داشته باشد. این بهشت دنیا هست. چی وقت انسان با خداوند محبت برقرار میکند؟ و خداوند انسان با خداوند انس میگیرد؟ چی وقت انسان با ملاقات خداوند شوق داشته میباشد؟ وقتی که انسان کاملا پابند دین خداوند اوامر الهی را بجا آورد و از نواهی خداوند اجتناب کرد، این انسان دیگر رابطش با خداوند بسته می باشد. یک کسی که گناهگار باشد، یک کسی که جرم و جنایت می کند، یک کسی که با پابند شریعت خداوند نباشد، او اصلا نه به خداوند محبت داشته می باشد، نه به انس داشته می باشد و نه به ملاقات خداوند شوق داشته می باشد. چرا که با خود خجالت هست، می فهمد که ما کار انجام ندادیم که خداوند از ما راضی باشد. لذا دوستان عزیز، این پنج مفاسد همون مفاسد است که حائل می شود بین انسان و بین پروردگار. اگر قلب انسان، در قلب انسان همین مفاسد بود، این چی است؟ این مفاسد حائل است بین خداوند و بین همین انسان. اولین مفسده دوستات چیست؟ یعنی وقتی که ما مفسدات قرآن قلب میگویم، به این معنی است که باید از این خودداری بکنیم. چیزهای خوبی نیست، چیزهای ناپسند است که قلب ما را فاسد میکند، بیمار میسازد. اولین مفسده دوستا قسمی که علما بیان کردن، میگه افراد در اختلاط با مردم. اختلاط با مردم چی است؟ کثرت اختلاط یا افراد در اختلاط، هر روز با مردم بودن، یک نوع قلب انسان فاسد میسازد، از مفسدات قلب است. دوست است انسان یک مخلوق اجتماعی است. انسان مخلوق اجتماعی است، نیاز دارد در جامعه انسانی زندگی بکند، با انسان ها نشست و برخاست داشته باشد، با مردم تعامل داشته باشد. از نیازهای انسان ها و جامعه بشری هست. ولی هدف ما چیز دیگری است، کثرت اختلاط با مردم. لذا علمایی که اونها با خداوند راز و نیاز داشته این باشند، انسانهایی که با خداوند تقرب داشته این باشند، اونها در یک جهان دیگر زندگی میکنند. درست است این زندگی است، انسان باید در مسائل دنیا هم حصه خود داشته باشد، سهم خود داشته باشد، ولی چیز دیگری است که از او باید انسان غافل نباشد، با خدا بودن. لذا علما میگن که افراد در اختلاط با مردم یک نوع انواع مفسدات قلب است. قلب انسان ها چی میکنند؟ چرا؟ به خاطر از اینکه انسان ها انواع مختلفی هستند. وقتی که انسان با دیگر انسان ها اختلاط، شب و روز اختلاط دارد، روزم با مردم است، شبم با مردم است، هیچ نوع برنامه منظمی در زندگی ندارد. مثلا برنامه منظم در زندگی است که انسان کاروبار دارد، از جمله نیازهای انسان است. انسان خانواده دارد، با خانواده باشد، با فرزند عیال باشد. انسان عبادت دارد، فرایز دینی دارد که بو هم باید بخت بدهد. لذا سلف امت شبخیزی داشتند. کسی که اختلاط بیشتری داشته باشد از شبخیزی محروم است. از شبخیزی چی می شود؟ محروم می شود. حتی علما می گویند که کثرت اختلاط به معنای همون
دودی است که از نفسهای بنی آدم بیرون می شود. دود یعنی از آتش بیرون می شود. و دود وقتی که انسان با دود نزدیک شد او را سیاه می سازد. می گوید کثرت اختلاط هم چیز می کن. مثل همون دود است که از نفسهای بنی آدم بیرون می شود و انسان سیاه می سازد و در او هم و غم و ناتوانی را چی می کند؟ ایجاد می کند. لذا دوستان عزیز، انسان وقتی که با بعض انسانهای نادرست دوستان بد اختلاط داشته باشد، انسان هم به سوی بدی ها می کشند. انسان هم به سوی بدی ها می کشند. و از نعمتهای بزرگ دنیوی او را محروم می سازد و او را با بلاها و مصیبتها درگیر می سازد. کثرت اختلاط. چرا؟ به خاطر از او که اصل چیز از او گرفته می باشد. ببینید خداوند متعال در قرآن عظیمشان بارها به این مسئله اشاره کرده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یعنی وقتی که انسان ظالم و ستمگر میگه دست خود را گاز میگیرد یا دندان میگیرد، میگوید که کاش با پیغمبر روان میشدم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که ما فلانی را دوست خود نمیگرفتم و دوست بعدی که مرا هلاک ساخت. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، به خاطر از اینکه همین دوستی مرا گمراه ساخت. کاش که ما برای پیغمبران میرفتم، همین دوست بدی بود که مرا به سوی بدی ها کشاند و مرا هلاک ساخت. و همچنان خداوند متعال در سوره زخرف میفرماید که الاخلاء بعضهم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستا در روز قیامت من هم دیگر میباشند جز پرهیزگاران. دوستی با پرهیزگاران هم سعادت دینی و هم سعادت دنیوی هست. انسانهای مؤمن که در دنیا به اساس ایمان و عقیده دوستی داشتن، این دوستیشان حتی تا روز قیامت ادامه داشته می باشند و این دوستیشان برپا می باشد. حتی در بهشت هم همی دوستا باز یک جا می باشند. اخوانن علی سرر متقابلین، با هم می نشینن صحبت می کنند. در بهشت نیست که انسان هر کس در خانه خود رفته و دامون از ملذات و نعمتهای بهشت چی میکند، یعنی از او استفاده میکند. یکی از نعمتهای بهشت است که با دوستان خوبتان هم در اونجا ملاقات میکنین، با پیامبران ملاقات میکنین، با صحابه پیامبر صلی الله علیه وسلم ملاقات میکنین. این چیست؟ این دوستای نیکی هست که با شما در دنیا و در روز قیامت و در بهشت هم می باشن. پس دوستان عزیز، یک نقطه در اینجا ضرور است که اختلاط، افراد در اختلاط از مفسدات قلب است. ولی یک چیز دیگر است که اختلاط نافع مفید اگر باشد او مطلوب هست. یعنی انسانی که با مردم باشد و کارهای نیک انجام بده، این باز مطلوب است که اختلاط نافع میگویند. مثلا در کارهای خیر همیشه با مردم است، با اهل خیر هست. ببینه دوستانش اهل خیر هستن، با اونها اختلاط میکنن، اهل خیر هستن، کارهای خیر انجام میدن و با اونها همیشه دائمی باشه. مثلا روز جمعه یک چی است، با مردم انسان اختلاط میکند، یعنی مختلط میشود، با اونها یک جا میشون، نماز جمعه را ادا میکنه، یک مجموعه مسلمان ها هست. نماز جماعت چی است؟ یعنی اختلاط مسلمان هاست در نماز، با هم یک جا میشن این نماز ادا میکنن. عیدها هست، حج هست، تعلیم هست و دیگر کارهای نیک انسان انجام میده. این اجتماعات و این اختلاط مطلوب هست. دیگه هیچ شکی نیست که کار خوب است و کار مطلوب است. مثلا طلبه دینی، علما، شاگردان به خاطر کسب علم باید اونها در یک جا باشن، با هم تعلیم و تعلم بکنه، چیز خوبی است. هم عبادت هست. چرا؟ به خاطر از اینکه با عالم بودن از او استفاده میکنه. مثل که لقمان حکیم رحمه الله
چی میگویند؟ به فرزندش نصیحت میکند که ای فرزندم، دائما در مجالس اهل علم باش، به خاطر از اینکه از اهل علم جز صحبتهای خیر چیز دیگر نمیشنوی. اگر صحبت خیر نشنیدی، از همون فیوزات الهی بهرمند میشوی که بالایشان از جانب خداوند پایین میآید، فرو میآید. ای فرزندم از مجالس اهل شر دور باش، به خاطر از اینکه مجالس اهل شر برای تو شر می آورد، جز صحبتهای شر چیز دیگر نمیشنوی. اگر صحبت شر نشنیدی، این مجلس مجلس عقاب هست، عذاب هست، باید از او دوری اختیار بکنی. این چیز نصیحت لقمان حکیم بود به فرزندش. پس در مجالس اهل خیر یا اختلاط با اهل خیر مطلوب هست، اما اختلاط با اهل شر غیر مطلوب هست. از او باید انسان چی بکند؟ جلوگیری بکند. حتی در رابطه با اختلاط بعض علما خیلی نکات زیبایی را بیان نمودن. میگوین که بعض اختلاط ها همانند چی است؟ چیزایی که مفید است، انسان به اون نیاز دارد، از اون انسان استفاده میکند. بعض اختلاط هاست که سبب ضرر انسان چی میشود؟ تمام میشود. چون که این نقطه بسیار مهم است. دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، بعد از میان برنامه همین نقطه را خدمت شما عرض. بله دوستان عزیز، ما در رابطه به مفسدات قلب صحبت می کردیم و اولین مفسدات از مفسدات قلب اختلاط با مردم بود، یعنی افراد در اختلاط که همیش
با مردم هم نشینی می کند، با مردم اهل خیر و شر، که این یک نوع از انواع مفسدات قلب است که تأثیر میگذارد بالای انسان، خصوصا دوستان بد، اختلاط با دوستان بد، اختلاط با انسان های بد که انسان به سوی بدی ها میکشند. چرا که انسان یک مخلوق ناتوان و ضعیف است و متأثر می شود از ما حولش و خاصتا از دوستانش. اگر خوب بود تأثیر خوب می گیرد، اگر بد بود تأثیر بد می گیرد. یکی از علما در این رابطه خیلی زیبا فرمودند که اختلاط با مردم به اندازه حاجت و ضرورت باشد. اختلاط با مردم به اندازه ضرورت و حاجت باشد. چقدر انسان نیاز دارد که با مردم اختلاط داشته باشد؟ چرا؟ به خاطر اینکه یکی از طبیعت انسان به می شکل است که نیاز دارد با مردم اختلاط بکند، بنشیند، صحبت بکند. یک جمله از جمله نیازهای بشری هست اختلاط با مردم، و تقریبا گوشه نشینی که ما میگیم و در زبان عربی توحد میگن، یک نوع بیماری هست که انسان از مردم دور باشد. ولی این معیارهای را علما تعیین کردند که اختلاط به شکل باشد. مثلا یکی از انواع اختلاط میگه ایس که همانند غذا هست. اختلاط با مردم همانند غذا هست. غذا نیازمندی انسان است. به غذا انسان نیاز دارد، به خوردن، به نوشیدن. اگر غذا نخورد انسان میمیرد. این اختلاط، این نوعی از اختلاط با کی میباشد؟ با انسانهای خداپرست، با انسانهای که عالم دین هستند، علما هستند، انسانهای پرهیزگار و متقی هستند، انسانهای صالح هستند. نشست و برخاست با اونها همانند به غذا هست، انسان نیاز دارد. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یکل طعامک الا رقی. یعنی تو باید دوستی کنی با کی؟ و یک انسان مؤمن و متقی، و از انسان های بد باید دوری اختیار بکنی. ولا یاکل طعامک الا تقی، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. یعنی دوستی مکن مگر با انسان مؤمن، دوستت باید انسان مؤمن باشد، و غذای تو را باید کی بخورد؟ انسان پرهیزگار. پس نشست و برخاست با علما همانند نیاز انسان به غذا هست. تو ضرورت داره که با علما باشی، با انسانهای پرهیزگار باشی، با انسانهای متقی باشی، با دوستان نیک باشی. این نیاز مثل نیاز جسمی انسان است به غذا. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نشست و برخاست با علما، با انسانهای صالح، پرهیزگار، یه چیزی ضرورت است. با اونها اگر بنشینی چیزای خوب میشنوی، متأثر میشوی، انسان به یک جهان دیگری میکشاند، به خداوند نزدیک میسازد، به دین خداوند نزدیک میسازد. از دنیا و از ملذات دنیا انسان چی میکنه؟ دور میسازد. این نوع اول اختلاط است که اختلاط است که همانند به غذا، نیاز انسان به غذا. دوم نوع اختلاط میگه همانند به دوا و دارو هست. اختلاط همانند دوا و دارو. دوا و دارو ای چیزی که در وقت نیاز انسان از او استفاده میکند. وقتی که انسان بیمار شد میرود از دارو استفاده میکند. اگر بیمار نبود استفاده کردن از دوا و دارو یک چیز نادانی هست. جور تیار هستی دوا میخوری، دارو میخوری، این نادانی هست. انسان سالم هرگز دوا بدون نیاز نمی خورد. باید انسان بیمار باشه بعد از دوا و دارو بخوره تا صحتمند شوی. این نوع دوم اختلاط با بعضی مردم است. اینها کی هستن میگه؟ مردم هست که با اونها معامله دارد انسان. معامله دارد و با اونها مثلا شریک است در بعضی معاملات. این کسی همه دواست. مثل انسان ها نیاز دارن که باید
داد و گرفت داشته باشد، تجارت بکنند، معامله داشته باشند. این نوع معاملات همانند چیز، همانند دوا و دارو هست که وقتی همون معامله تمام شد، بعد از نیاز نیست که تو با همون مردم بعد از اون نشست و برخواست بکنی. شاید جانی مقابل مسلمان هم نباشد، شاید کسی باشد که صالح نباشد، ولی تو نیاز داری که با او معامله بکنی، معامله تجارتی، خرید و فروش، داد و گرفت داشته باشی. ضرورت هست، نیاز هست، ولی این اندازه اختلاط با اونها همانند استعمال دارو و دوا هست. از این باید بیشتر انسان پیش نرود، بیشتر انسان پیش نرود. سیومش دوستا میگه اختلاط بیمار هست، مثل چی ورز؟ مثل بیماری هست. اختلاط بیماری هست. اولش غذا بود، دومش دوا بود، سیومش دا یا بیماری. اگر با این مردم انسان اختلاط کرد، این چیه؟ سبب بیماریش هست. کدام مردم هستن؟ انسانهای بد، انسانهای شریر، انسانهای فاسد، مفسدین. اینها اختلاط با اینها همانده چی هست؟ همانده بیماری هست که انسان خود بیمار می سازد. وقتی که در یک جای نجاست نشستی، در جایی که اونجا نجاست هست، کثافت هست، انسان بیمار می شود. هوای ملوث تنفس می کند، یا اونجا میکروب هست، این انسان بیمار می، یا غذای فاسد است، انسان بیمار می کند. غذای فاسد انسان بیمار می کند. پس دوستان بد هم انسان چی می کند؟ بیمار می کند. اگر شما دیده باشین اکثر اونهایی که معتاد شدن به هیروین، به مخدرات، اگر آغازشان رو بپرسن از دوستای بد بود، میگوید هم اتاقی ما بود، هم نشینی ما بود، دوست کاروبار ما بود، آهسته آهسته ما رو دعوت کرد به سیگار و آهسته آهسته به مراحل پیشرفتشان رسیده. این در نتیجه دوستان بد هست. معتادین اگه بپرسین، اونها آغازشان از دوست بد شده است. دوست بد اونها رو چی کرده؟ تشویق کرده است تا به این مراحل پیشرفته‌ای رسیدن. پس این چیز، این دوستان بد هست، انسان‌های شریر و فاسد است که حیثیت بیماری رو دارد. از اینها باید انسان دور باشد. اگر با انسان‌های فاسد بودی، شما را هم فاسد می‌سازد. و اخیرش دوستا، اخیرش است که میگم مخالطت یا اختلاط مهلک هست، هلاک کننده هست، کشنده هست. اختلاط کشنده هست. اولش اختلاط مثل نیاز انسان به غذا بود، دومش اختلاط مثل داروواری بود که انسان به دارو نیاز داره، سیومش اختلاط بیماری بود، انسان بیمار می سازد، سیومش اختلاط هلاکت هست، انسان هلاک می سازد. از این نوع انسان باید دوری کنه. دو اولش نیاز انسان بود، اشکال ندارد از نگاه شریع. دو اخیرش انسان باید از او اجتناب بکند. سیومیش انسان چی میکند؟ بیمار میسازد. چهارمیش انسان هلاک میسازد. اختلاطی که سبب هلاکت انسان میشود. اینها کی هستن؟ میگه این مثالش مثل عزیز که انسان زهر بخورد. اگر زهر خورد، انسان بدون شک میمیرد، هلاک میشود. پس بعضی انسان هاست که اختلاط با اونها هم انسان هلاک می سازد، از بین می برد. اینها کی هستند؟ میگه کسانی هستند که اهل بدعت هستند، اهل ضلالت و گمراهی هستند، که شما را از دین خداوند دور می کند، از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را دور می کند، به بدعت ها شما را مبتلا می کند، به گمراهی شما را دعوت می کند. لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم چی فرموده است که کلو بدعت ضلال، یعنی هر بدعت گمراهی است. هر بدعت چیست؟ گمراهی. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما نو آوری آورد، چیست؟ و نو آوریشون مردود هست. این طبقه مردم در این عصر زمان خیلی زیاد هستند. بنام دین از خود احادیث می سازند، بنام دین از خود دین
درست میکنن، راه ها و روش های جدید رو درست میکنن. اگر بپرسین در کجا هست؟ در قرآن هست، در حدیث هست، سلف امتی را بیان کرده است، علمای دینی را بیان کرده است. نخیر، از خود راه های درست میکنن و را صبغه دینی میدن، از خود روش های درست میکنن به او صبغه دینی میدن. اینها اهل ضلالت و اهل بدعت هستند که از اینها باید انسان خود دور بکنه. هم دین غلط تشریح میکنن و هم مردم رو به را دعوت میکنن، هم مردم رو به را دعوت میکنن. یعنی باید انسان ها در حذر باشن. ای چی بود دوستا؟ ای اولین نوع از انواع مفسدات قلب بود که دین کمی تفصیلی صحبت کردیم. دومین از انواع مفسدات قلب دوستا تمنی هست، تمنی یا مثلا آرزوهای بسیار دور و دراز که انسان آرزوهای دارن که شاید به او نرسد. به اصطلاح عامیانه ما میگیم خیال پلوهای دارد، آرزوهای بسیار دور دراز دارد. بعضی مردم مثلا فکر میکنن که باید تمام هم و غمش دنیا باشد، زمین بخر و خانه بخر و چوکی برسین، به سیاست برسین. و هیچی از یک نوع تمنی و آرزوهای بسیار دور دراز فکر میکنند که شاید هزار سال انسان زنده باشد و برای خود در دنیا جای کاشانه ای را درست میکنه. خیلی بعضی آرزوهایی که خلاف شریعت است از او باید انسان دوری بکند. حتی علما چی میگوید؟ میگوید که تمنی و آرزوهای که انسان به دنیا میکشاند این سرمایه مفلسان هست. تمنی و آرزوهای بسیار دور و نزدیک سرمایه مفلسان هست. بسیار خیال پلوهای دور و دراز میزنن و بدون از اینکه به فکر بفتن که آیا ما به این هدف رسیده میتونیم یا خیر. پس از آرزوهای دور و دراز هم انسان باید خود چی بکند؟ باید خودداری بکند. الا یعنی بعضی آرزوهای شرعی نیک اگر انسان داشته باشد اشکال ندارد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن اگر یک کسی اراده کار خیر بکند و بگوید که اگر خداوند برای من پول داد، امکانات داد، من هم کار انجام میتونم که فلانی شخص انجام داده است، اراده خیر است، آرزوی خیر است، انسان باید این را بکند. اما خیال پلوها و با امانی بسیار دور دراز انسان باید ترک بگوید. همچنان دوستان عزیز، از مفسدات قلب تعلق انسان به غیر خداوند است. از مفسدات قلب تعلق انسان به غیر خداوند است. و از خطرناکترین مفسدات قلب است که انسان به غیر خداوند دلبستگی داشته باشد. دلبستگی انسان خاص با خداوند باید باشد. تعلق انسان باید خاص با خداوند متعال باشد. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. چرا انسان ها بت پرست شدن؟ چرا بت پرستی میکنن؟ چرا مخلوقات پرستش میکنن؟ خدا رو گذاشتن پرستش سنگ و چوب میکنن. چرا؟ این یک نوع تعلق انسان ها به غیر خداوند است. حتی یک چیز خدمت شما عرض میکنم، در عصر فعلی ما یک پدیده بسیار خطرناک که ما مسلمان هستیم ولی تعلق بعضی مسلمانان آنقدر به اشخاص قوی تر شده است که خداوند فراموش کرده. میگوید فلانی رهبر ماست، اگر هر نوع حکم صادر بکند ولو خلاف چرا باشد پیروی از رو میکند. این را چی میکند؟ تقدس بزرگان یا تقدس رهبران یا تقدس قیادت ها این در اسلام ناروا هست. درست است اگر انسان با یک تنظیم اسلامی هست کار حرام نیست، حرکت ها اسلامی است، تنظیم ها اسلامی است، به خاطر کار خیر با یک تنظیم انسان منصوب می باشد. ولی به مرحله تقدس با قیادت هایی در اسلام ناروا هست. رهبر ما یک رهبر معصوم هست، رهبر ما گناه نمی کند، رهبر ما از همه بهتر است، این ناروا هست. رهبرت انسان است، اشتباه می کند، گناه می کند، مرتکب جرم و جنایت می شود، انسان باید رو تایید نکند. بگوین که هر کار درستش قابل تایید است، هر کار بدش رد هست، باید به اونها نصیحت شود. لذا انسان باید رابطهش با خداوند باشد، نه
یکی به تقدس دیگران بپردازد. مثل کی وره؟ مثل مشتکین وره که اونها چی میکردن؟ اونها به غیر خداوند دلبستگی داشتن. ایره چی میگوین؟ ایره شرک میگوین در کتابای عقیده. پس دلبستگی به غیر خداوند این از جمله مفسدات قلب است. شما میبینید امروز در عصر فعلی چقدر مردم به سوی گمراهی روان است. میگوید اگر فلانی برای من حکم کنه ولو که خلاف شرع باشد او کار انجام میده. کشتن انسان ها چقدر آسان شده است. خوردن حرام چقدر آسان شده است. حلال و حرام مردم تفکیک نمی کنند. این همون تعلق انسان ها به غیر خداوند است. اگر قلب انسان با خداوند بستگی داشت و هرگز مرتکب جرم و جنایت نمی شود، مرتکب حرام نمی شود. ولی چون که قلب ها از خداوند دور شده است، همه چیز برایشان آسان شده است. به این فکر نمی کنه که می پول ما به دست میارم حلال است یا حرام است. میگوید پول به دست بیار از هر طریقی که باشد. اگر حق ملت است، اگر حرام است، اگر سود است، اگر رشوت است، اگر غصب است، او فکر نمی کند. ولی تنها هم و همه چیز که جناب شما پول به دست بیارید، این یک نوع از مفسدات قلب است. قلب انسان فاسد شده است. تاریخ از او به پایان رسیده است. از او استفاده نمی شود. باید با خداوند انسان رجوع بکند. همچنان از مفسدات قلب دوستا پرخوردن هست یا سیری هست. پرخوری یا سیری. پرخوری یا سیری هم از جمله مفسدات قلب است. خوردن از جمله نیازهای انسان است. انسان نیاز دارد که چیز بخورد بنوشد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که شما معده تان را سه بخش تقسیم کنید. یکی سیش برای خوردن، یکی برای نوشیدن، یکی برای نفس کشیدن. پرخوری انسان چی میکند؟ قلب انسان فاسد میسازد. قلب انسان فاسد میسازد. حتی در رابطه با خوردنی ها هم بچار نقاط زیبایی است که رو خدمت شما عرض میکنیم. میگویند که آن پرخوری که سبب فساد قلب انسان ها میشود چند قسم است دوستان. اولش همون محرم، یعنی چیزهایی است که فاسد لعینیه هست. چیزهایی است که فاسد لعینی است، او رو انسان باید ترک بکند. مثل چی واره؟ ای باز دو بخش دارد. یکیش در حق خداوند است که خداوند متعال آن چیزهایی که حرام کرده است او باید ما جلوگیری بکنیم. خداوند گفته است که چیزهایی که مرده باشد، خون است، گوشت خنزیر است و تمام محرمات چی است؟ از او باید انسان دوری بکنه. چیزهایی که حرام است خوردنش. دومش محرمات است که به حق انسان ها تعلق میگیرد. اولش به حق خداوند تعلق گرفت، دومش به حق انسان ها. او چی است؟ مثلا دزدی حرام است، غصب مال مردم حرام است و به جبر گرفتن حقوق مردم حرام است. این هم ولو که چیزی حلال ظاهرا، ولی به اساس از که حق دیگر است، از او باید انسان دوری اختیار بکنه. نوع دومیش میگه است که انسان از حد نیاز تجاوز بکند، که او را اسراف میگوید. اسراف در اسلام حرام هست. خوردن ضرور هست ولی به اندازه اسراف خوردن جایز نیست. کلو و اشربو ولا تسرفو. بخورین و بنوشین، اسراف نکنین. پرخوری نکنین. پرخوری نکنین. چرا؟ میگه به خاطر از اینکه پرخوری انسان تنبل میسازد. جسم انسان سست میسازد. وقتی که جسم انسان سست شد، شیطان بالاش چیره میشود، از طاعت و عبادات باز میبرد. پس انسان باید در حالت نشاط باشد. چی وقت به جسم انسان نشاط میاد؟ که کمخوری بکند، پرخوری نکند. به اندازه نیاز باید انسان بخورد و بنوشد. نه اینکه از مرحله نیاز به مرحله اسراف برسد. اسلام چی است؟ اسلام اسراف منع کرده و حرام نموده. و همچنان از جمله مفسدات قلب دوستا که مفسد پنجم هست، میگویند که زیاد خواب کردن یا افراد در خواب نمودن. خواب هم یکی از نعمتهای خداوند است. جعلنا نومکم سباتا. خواب را به خاطر آرامش شما آفریدیم. یکی بیداری است که خواب است. خداوند شب را آفریده است و روز آفریده است. روز به خاطر کار است و شب به خاطر خواب است.
خواب به معنی از است که جسم انسان در روز خسته می شود، مانده می شود از بسیار کار کردن. کار کردی جسمت خسته و مانده شد، نیاز دارد به خواب که انسان خواب شود و جسمت راحت شود، دوباره برای کار فردا نشاط و فعالیتش دوباره تجدید شود. لذا خداوند متعال در وجود ما انسان ها یک غده را آفریده است، میگوید وقتی که انسان خواب شود، وقتی انسان خواب شود همو غده بیدار می شود و دوباره جسم انسان ها چی میکند؟ با نشاط و با فعالیت می آورد. مثل چارج چی ورسه؟ چارج موبایل نیست، وقتی که ما موبایل ما چارجش خلاص می شود به پایین می رسد، دوباره او را به چارج می منیم که به 100 درجه برسد، دوباره به آمادی صحبت کردن باشد. اما اگر چارج در موبایل تمام شد یس او از او استفاده نمی شود، ولو که موبایل خیلی قیمتی باشد. خوب باشد، جسم انسان عین چیز است، به خواب نیاز دارد. ولی افراد در خواب چیست؟ افراد در خواب نامطلوب هست، حتی به ضرر جسم انسان تعلق می گیرد. این نقطه بسیار مهم است دوستان، خصوصا در عصر فعلی که بزرگترین مصیبت و مشکلی که امروز ما به او روبرو هستیم بیخوابی هست. خداوند متعال فرموده است که شب برای خواب شدن هست، استراحت هست، روز به خاطر کار است. و جعلنا نومکم صبح و جعلنا النهار معاشا، معاشا کار کردن هست. لذا در بعضی جاها معکوس هست، مثلا کارهای بعضی ها شب خیزی میکنن، در وقت شب بیدار هستن، روز خواب هستن. خلاف سنت الهی است، روز کار شب خواب. لذا در گذشته ها مردم چرا صحتمند بودن؟ وقتی که نماز عشا را میخواندن خواب میکردن، نه تلویزیون بود، نه موبایل بود، نه انترنت بود، نه چراغ بود، نه برق بود، خیلی زندگی آرام داشتن. امروز معکوس شده، برق از انترنت از شب و روز، خرد و بزرگ و زن و مرد در همین مصروف هستند که نه شبشان معلوم است نه روزشان. لذا اکثر مردم با بیماری های مختلف و خطرناکی روبرو شدند. مثلا اطفالی که امروز از موبایل و از انترنت و از کامپیوتر استفاده های نامطلوب میکنند یا بیشتر اوقاتشان، خطر است. بیماری های مغزی برشان پیدا می شود، باید از جلوگیری بکنید. خواب بکنید در اول شب، در اول شب خواب بکنید و زود بیدار شوید. این نوع انسان ها انسان های صحتمندی هستند. و خواب چیز؟ خواب مشروع و مسنون هست که انسان در اول شب خواب بکند. حتی یک چیز دیگری هم داریم که شب خیزی به خاطر نماز تهجد بلند شدن، این هم برای صحت انسان خیلی مفید هست. اگر در اول شب خواب شدین، شما میتونید که در وسط شب یا در آخر شب بیدار شوین، نماز تهجد ادا بکنین تا با پروردگانتون هم رابطه قائم شود و صحتمند باشین. و یک خواب دیگری داریم که ور قیلوله میگوید که در وسط روز هست. انسان وقتی که از ساعت از صبح تا ظهر کار کرد خسته و مانده میشد، در این وقت ما یک خوابی داریم که ور قیلوله میگوید در زبان عربی. این هم بسیار خوب است. امروز مردم در غرب یا غیر مسلمان ها این را هم چیکردن؟ تجربه کردن که انسان وقتی که از ساعت 8 تا 12 کار میکنن 4 ساعت خسته و مانده میشد، به استراحت نیاز دارن. این استراحت از در شریعت را قیلوله میگوین که دوباره بر انسان نشاط میورد، ولو که 5 دقیقه باشد، نیم ساعت باشد، 10 دقیقه باشد. این یک نوع نشاط در بدن ما اعاده میکند، بدن ما را به فعالیت میآورد. لذا اگر انسان قیلوله کرد، این میتواند که شب خیزی کند و نماز تهجد بخواند. در چی؟ در آخر شب یا وسط شب. هیچ کس. ولی کثرت خواب انسان چی میکند؟ انسان قلبش فاسد میسازد. و اخیری از جمله مفسدات قلب دوستا، صحبت های بی ضرورت هست یا فضول الکلام هست. بعضی مردم همیش صحبت میکنن، اگر خیر است یا شر است همیش قصه میگوین، همیش گپای میزنن که نه فایده دینی دارد نه فایده دنیوی. اگر صحبت های خیر باشد که دو فایده دینی و دنیوی باشد، چیز مطلوب هست. اما از فضولیات
انسان باید جلوگیری بکند. صحبت های چی؟ از صحبت های فضول. چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن یکی از مواردی که انسان به جهنم میکشاند زبان انسان است. توسط زبان انسان به جهنم میرود. کلمه کفر را میگوید، کلمه زشت را میگوید، کلمه را میگوید اسلام خارج میشود. و هل یکب الناس علی وجوههم او مناخرهم الا حصائد السنتهم. کسانی که توسط زبان خود درو میکنند، یعنی مرتکب گناه میشوند، باید از فضول کلام هم انسان جلوگیری بکند تا از جمله انسان های مؤمن و خدا پرست باشد. پس خلاصه ای شد دوستا که ما باید قلب خود سالم داشته باشیم و از عواملی که قلب ما را فاسد میکند جلوگیری بکنیم، دوری بکنیم. چرا که قلب اساس زندگی ماست، قلب اساس لذت بردن از دین و زندگی ماست. اگر قلب ما سالم بود، ما میتونیم که زندگی خوبی داشته باشیم، هم دین خود حفظ بکنیم و هم دنیا خود. اگر قلب فاسد شد، هم دین از بین رفت و هم دنیا از بین رفت. خداوند متعال برای ما قلب سلیم نصیب بکند و از مفسدات قلب ما را نجات بدهد و تقوا و پرهیزگاری را نصیب ما بکند. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا.